یک سیاست نوجوان یک طفل برقرار داشت غلام عزیز بسیار به توسل بسیار به نیک خوش اخلاقی و ما به فامل مزود پرسان کرده که این چندم اولادت است فقط انمه به پرسان کرد او بلرس گریه کرد و گریه شده از مجلس بیرون شد باز بگه فامل و دیگه سیاست را پرسان کرده که آیا برای ما سخت گفتیم چرا خفه شد چرا گریه کرد از اینجا بیرون شد و او گفته که نه این بیچاره اولاد ندارد این که شرمه خوری کرده دامان به خاطر پیسه پیدا کردن رفته بود ایران و بعد از اون ترکیه پیش شد و بعد از اون یک کشور دیگه پیش شد نه پیسه آورده دانست پموج بند مانده دیگه 12 سال میشه این گزارش میکشن حال دو کمچه است و این طفل خوش دارد گاه طفل ما را میگرد گاه طفل او سیاست دیگه را میگرد گاه طفل دیگه هم سیاره را میگرد فقط طفل خوش داره که فقط تو پیاره دارد یک فاجعه نیست همه میگیم ما آرکل هستیم بالا هستیم فکر کنیم میگه تا کجا میرسه یک میگه فامیل رو گفته بوی این 12 سال میشه منتظر فام شوهرش است گفته تو چی میگی دختر فلانی 13 سال میشه انتظارش یک قصه دوم یکی از ملاقات دیگر گلسول چه قصه میکنم میگه یک روز پیردارا گفت گلسول چه پیش از ملاقات بود تقریبا 7-8 سال پیشتر ملاقات بود میگه تو دختر یا آمده میگه با گلسول چه قصه میزده گفته کی باشه تو ما نمیشه بیرون برامده با گفت گلسول چه مارا بباشه من یکی از خانواده های عزتمند اینمی خریست بود و ما تقریبا 16 سال میشه انتظاری از این سوخته داریم و کسی که با ما شکر خوری کرده نیم مهره ما رو با آنوز برابر کرده ندانست با ما حالت سر را بیدیم شاید دیگه هم یک 10 سال دیگه مهره ما رو برابر کرده ندانند با ما هم سی کمچه شدیم سی و افتاله هستم بعد از 2 سال 3 سال از ما اولاد هم نمیشه با ما اولاد زیاد دوست داریم خیلیش هم خرمت کنم یعنی از خدا میدونم که یک طفل بغل باشه پالین باشه همراه ما بازی کنه و یک خانه حتی اخر غم و پریشانی برآورد دارد با این حالات کجا میرسد ما منتظر شما بودیم که لشکرهای حمایت اسلامی افغانستان که همچون مشکلات به بدعا و خرافات رسم و رواجها را جلوش میگرد و شما هم از این بالاتر حرکت نکردید ما آمدن ما محفوظ باشد آری از برادر و خواهر و مادر و پدر محبی آمدن با حضور شما همین عرض خود را به شما رساندم او طرف مسئولیت آخرت و دوش شماست دیگه ما رفتیم و طرف این گریه کرده اول خود گریه کرده به خودی که من زده نمیتانست و در اخیر که ما را گریه کرد از رای من گریه کرد او دختر هم گریه میکرد 5-6 نفر هم بکیم یک جای گریه میکرد این را با خود ما تحلیل کنیم و دوباره ما شخصیت های ما با علام های ما مجاهدین ما این را با کجا میرسیم این دو شد در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج کردن بسیار سهل آسان بود مثل که یک کسی یک چوار که گوش را از بزار میگرد این یک تکلیف از بالا را تکلیف را یکی از مهاجری مکه فکر بیگم عمر عبدالرحمن ابن عوف باشد که صحابی جلیل الخدر بود و در مدینه منوره بسیار بهترین انصاری صورت گرفت یکی از صحابی او را به خانهش برد گفت نیم دولت ما از تو دو فامیل داریم و کدامش من به بابا شکر شدارت میکنم او را هم ما حالا تو بابا بزرگ بشه به خاطر اینکه برادر این وقتی به خاطر حفاظت مال و جان و حفاظت ایمان در مدینه منوره هجرت آمدی و این برادر جا صحابی در خرد که انصار نبود مهاجر بود گفت به ما رای بازار را نشون بدی تو بازار مدینه را نشون بدی تو خلاص هستی در مدینه منوره بازار بود داخلش چه کارهاش بود به اندک زمان دیگه شد که عروسی کرد یک روز از روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم مرافی شد در حالت رویش یا کارایش یعنی جسم مبارکش یک از علامتهای عروسی دیده میشد رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این پوچیدن گفت عروسی کرده گفت بله هم رسول الله عروسی کرده های مبارک باشد یعنی خودش مهاجر و مجاهد و صحابی جلیل القدر و اونجا از مکه مکرمه هجرت کرده اینجا آمده اما عروسی کرده حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم خبر داد
بشه. بنابراین کسایی که خیلی کار کردن این روز بیانی برای دوست خود شکر را تشکیل دادن، بار دیگر تشکری میدونیم برادر معزیز و مسئولین و رئیس های بودن خانش بانک دیدن و حاج احسان سه، حاج نزیز سه، حاج نسان سه و محترم برادر ما سیلاب سه، سیلاب سه من از جوی سیلاب های برمان های ها کردیم. یک از بزرگوارای امارت یک جای بودیم، دوسر شخصیت عالی بود و اونجا ما میان اونجا بودان داخل شدن. او بزرگوار بسیار یک محبت خاص امراش رو جرومنی کردن. ما بعد از اینکه امارتان پرسون کردیم که کی بودن، گفت این سیلاب است، دوسر یک جوان خیر خاص امین اجتماعی عروسی ها و جوانات تشکیل کرد. خداوند برشون خیر و عظیم از این تن توفیق خدمت بدن. آج جویده اسمایم هم تشکری میکنیم که لباس و اشیای بردارا رو اینجا برابر کردن. از دوران هم تشکری میکنیم و داماد های عزیز به حق شان دعا میکنیم. این روز شما هم دعا بکنیم. فاملای دان هم باید برکت هم خوشکرانه. شما هم اقدام تن وجود برکت هم خوشکرانه بکنیم. از رب العالمین زندگی آرام و خوشی خوشبخت و برای کنم توفیق و مزید میکنم این کاری که دلالت خیلی بکنید یا هم همچون سهولت ایجاد بکنید برای دوشا و دیگر به همه که طول به خیر مبارکی و این مبارک دیشد به همه که تا مبارک باش مبارک باشه و خود دو برد بزرگی و این همه لذت خدا بستن چون که من دیر لذت من عروسی در برخواه در گذشته دیر که بختانو و ازبک و تاجیک و پارسلمان و بشتری و در بلگستانی مختلف نگه و سیلاب سر گفت این تا مجرد رو آن دیده او دست اون حدید دستی که از دوری جوسته جزاک الله خیر و سلام جزام السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی دې پر ټولو پرې دا پیوان نیک مبارک او بختور کړي. تاسو ورته وګورئ دوستانو، اوس به نو بیا یو څوک وایي چې وایي دا د اجانو موټران دي. د اجانو موټرانو دا ښایسته نه دي دوستانو، تازه تازه ګلان. ته ورته وګوره دا، تاسو ورته وګورئ دوستانو، دوایې ورته کوي، دوایې تقدیر بدلوي. ځان ته هم دوایې وکړي، خدای پاک دې د ټولو ځوانانو او پیغلانو بخت ورته خلاص کړي. داس ورته وګور د دغه ځای څخه دوستان، داس ورته وګور، داس ورته وګور، داس شایسته مالمیز نه بس امیر. سلام، وخت بخیر. سلام و احترام خدمت شما و وقت شما هم بخیر. اسم شما چه؟ علی توحیدی هستم، نماینده مردم هزاره در این عروسی دست جمعی. جناب توحیدی صاحب، ببین که همچو برنامه ها چقدر برای جوانان ما به خاطر از اینکه از مجردی خلاص شوند مفید است. شما ببینین، یکی از راه ها و صد راه و استکاک و موانعی که در زندگی جوان ها پیش آمده مسئله مصرفگرایی ها در عروسی ها هست و ما تجربیات زیادی داریم و حتی تحقیقات داشتیم. ما در سالهای گذشته در چندین هتل عروسی تحقیقات داشتیم که به این مصرفگرایی ها باید پایان داده شود و این دامنگیری جوانان شده، جوانان را از ازدواج با
باز گذاشته است و در کنار تمام مشکلاتی که جوانان داره، یکی از مشکلات عروسی نکردن های جوان است. علتش فقط مصرفگرایی و تجمل است که و این کمرها را شکسته. و حتی ما خدمت شما عرض کنم که ما در یک هتلی که پر از مصرف برگزار شده بود برایش گفتیم که آیا شما به این مصرف ها راضی هستین؟ گفتن نه. خب چرا میکنین؟ چون دنبال رو و در واقع جوگیر یک خرافات شده. برای این که خرافات میگه، چرا میگه به فلان قوم ما چون عروسی اینجا برگزار کردن، ما برگزار کردیم و اکثرا از قرض است. و یکی از راه های جلوگیری از این مصرفگرایی ها در عروسی یک چنین جلساتی که امروز برگزار شده بود به ابتکار تاش کانتیننتال و مؤسسه خیریه سیلاب که ما از او تشکر میکنیم و ممنونشان هستیم، از یک طرف جلوگیری از مصرفگرایی میشه و از یک طرف یک فرهنگ ناب و انسانی و اسلامی را در جامعه نهاده نمیکنه. توحیدی صاحب ایران بگوین که عروسی ها مثلا پدر مادر میخواه که در عروسی مثلا پسرش یا دخترش به میلیون ها افغانی به مصرف برسه، این چقدر جفا از بحق جوانان ما که امروزه بیکار هستن، یعنی مصارف عروسی را ندارن؟ ما به پدر و مادر عروس و داماد، مخصوصا به پدر عروس، از این رسانه شما یک مسئله را میگیم که پدر عروس، اصل زندگی جوانان و فرزندان شما بعد از عروسی است، اصل طاقت فرسا و فراز و فرود زندگی بعد از عروسی است. و شما اگر در روز عروسی کمری عروس و داماد را از نظر اقتصادی بیشکنانین، دیگه بعد از عروسی جنجال، خشونت، فقر و خیلی ناهنجاری ها و چالش ها دامنگیر عروس و داماد میشه که به زندگی خود ادامه دادن نمیتواند. بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته، یکی از دلایل طلاق های زودرس مسئله مصرفگرایی در عروسی است. به خاطر اینکه در عروسی خیلی از جوان ها و خیلی از که منجر به طلاق میشه، برای این است که داماد میگه ما اینقدر مصرف کردیم برای تو، ما اینقدر قرض داشتیم، آخر منجر به طلاق میشه و زندگیشون ادامه پیدا نمیکنه. ولی پدر و مادرهای عروس و داماد یک نکته را توجه داشته باشه که اگر خوشی، سرور، سعادت و خوشبختی فرزندان خود را بعد از عروسیش میخواه، مصرفگرایی ها را کم کنه و دیگه در روز عروسی تمام دار و ندار خود را ولو به قرض در عروسی مصرف نکنه، بگذاره برای دو جوانی که نه تجربه داره، دو جوانی که نیاز به پند و نصیحت داره، دو جوانی که نیاز به همکاری اقتصادی داره، بگذاره بعد از عروسی زندگی خود را ادامه بده. خب در اخیر هم بگن که دولت در این قسمت چقدر مسئولیت داره که بتونه همچو عروسی های دست جمعی را برگزار کنه؟ دولت دو تا مسئولیت بسیار اساسی برای نهاده نکردن فرهنگ عروسی های دست جمعی داره و از جمله فرهنگ های ناب اسلامی. اولین مسئولیتش این است که از نظر مالی تسهیلات ایجاد کنه، چون برای دولت برگزاری عروسی چند تا زوج خیلی آسانه و از طرف دیگه مؤسسات خیریه و از طرف دیگه و کسا تجاران ما را تشویق کنه، ترغیب کنه و حتی دستور بدهد که اموالتان را برای مشکلات عروسی جوانان و برگزاری عروسی جوانان مصرف کنید. خواهش میکنم، موفق باشید. خیر باشید. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.